کیو اگه نمیگفتم داره میخنده فکر میکردی داره صدا در میاره. من ابتدا فکر میکردم اون داره به فرانسوی چیزی میگه و از یه فرانسوی پرسیدم اون گفت من نمیدونم چی میگه. حالا به پایه و اساس خنده توجه کنیم. البته من روانشناسم، نورولوژیست نیستم، ولی در این زمینه خیلی مطالعه کردم. همه چیز به قفسه سینه برمیگرده. همه شما میدونید که انسان همیشه از قفسه سینه‌اش استفاده میکنه. یکی از موارد کاربرد دائمی قفسه سینه تنفسه. شما با انقباض عضلات بین دنده‌ایتون قفسه سینه رو به حرکت در میارید تا هوا رو درون ریه ها بفرستید. و این یه حرکت کاملا منظمه و به همین دلیل مشاهده میکنیم قفسه سینه به طور مرتب و پیوسته بالا و پایین میره. شما یه فعالیت دیگه هم با قفسه سینه‌تون انجام میدید، صحبت کردن. وقتی صحبت میکنید آهنگ تنفس شما کاملا متفاوته. شما موقعی صحبت کردن با آهنگ ملایم‌تری قفسه سینه‌تون رو حرکت میدید تا هوا رو بیرون بفرستید. این کاریه که بقیه حیوانات نمیتونن انجام بدن و به همین دلیل فقط ما میتونیم حرف بزنیم. اما حرف زدن و نفس کشیدن یه دشمن قسم خورده داره و اون دشمن خنده است. چون وقتی میخندید همون عضلات به طور پیوسته منقبض میشن و هوا رو با فشار از قفسه سینه شما بیرون میکنن. شما ممکنه در این حالت حتی تلو تلو بخورید و به کسی برخورد کنید و صداهای مختلفی از بدنتون بیرون بیاد. اگه همزمان بخواید نفس بکشید ممکنه صداهای عجیبی که ترکیبی از هر دو از گلوتون بیرون بیاد. من تو این کار استادم. آره بهم بخندی. ما از نظر علمی چیز زیادی در مورد خنده نمیدونیم، ولی معلوم شده بسیاری از تصورات ما در مورد خنده نادرسته. بنابراین عجیب نیست که ما شنیده باشیم خنده فقط مخصوص انسانه، در حالی که دانشمندان دریافتن اصلا خنده مخصوص انسان نیست، بلکه تمامی پستانداران میخندن. در مورد موش صحرایی و سایر پستانداران هم دیده شده. در هر موجودی از جمله انسان خنده رو همراه با فعالیت‌های مشخصی می‌بینیم، مثل قلقلک دادن. در مورد انسان هم همینطوره. خنده با بازی کردن همراهه و همه پستانداران بازی میکنن. هر جایی که خنده رو میبینید با تعامل ارتباط داره. روبرت فروواین که در این زمینه مطالعه زیادی کرده در این باره میگه انسان وقتی با کسی دیگه است به نسبت وقتی که تنهای 30 برابر بیشتر احتمال داره بخنده. بیشتر این خنده رو در تعاملات اجتماعی مثل زمان گفتگو میتونیم ببینیم. اگه بپرسیم انسان بیشتر به چی میخنده، بیشتر به حرفای دوستان و نزدیکان و اینطور چیزا. و اگه بپرسیم کی میخندن، وقتیه که با دوستاشون هستن. خیلی وقتا وقتی در کنار کسی میخندید این خنده به یک لطیفه نیست. شما میخندید تا نشون بدید مخاطبتون رو درک کردید یا با اون موافقید یا جزء گروه اونا هستید. میخندید تا نشون بدید اونا رو دوست دارید. اگه شما با کسی آشنا بشید خنده اون برای شما مصری خواهد بود. خنده در واقع پایه و اساس اجتماعی داره و تنها مخصوص انسان نیست، بلکه هر حیوانی که تعامل رو میشناسه خنده رو میشناسه. موضوع مهم دیگه انواع مختلف خنده است. ما شواهد عصب شناختی در دست داریم که نوع صدای خنده افراد میتونه نشون بده اونا کدوم یکی از دو نوع اصلی خنده رو انجام میدن. بنابراین ممکنه علم اعصاب و زیست شناسی بتونه پایه‌های متفاوتی برای دو نوع خنده به ما نشون بده. یکی خنده‌ای که بی اراده میاد، مثل خنده پدر و مادر من که نمیتونستن جلوی خودشون رو بگیرن، و دیگه خنده‌ای که نوعی خنده اجتماعی و ارادیه و بخشی از تعاملات ما هم با هم تلقی میشه. ممکنه خنده غیر ارادی نوعی صدای ابتدایی تر باشه که ما تولید میکنیم، ولی خنده اجتماعی یا ارادی نوعی تعامل پیشرفته تر باشه که ما بعداً به اون مجهز شدیم. بنابراین ممکنه ریشه این دو با هم متفاوت باشه. ما این موضوع رو بررسی کردیم و برای این کار صدای خنده بعضی‌ها رو ضبط کردیم. ممکن اونا به هر چیزی خندیده باشن. بعضی از اینا خنده زورکی هم هست. مثلا ممکنه دوست شما لطیفه‌ای رو تعریف کرده باشه. لطیفه از نظر شما خیلی یخ باشه، ولی به خاطر اینکه دوستتون ناراحت نشه بخندید. ممکنه یه خنده زورکی یا غیر ارادی باشه، ممکنه ارادی باشه و برای تعامل اجتماعی انجام شده باشه. به نظر شما این چیه؟ زورکیه؟ زورکیه. این یکی چی؟ خنده منه. خنده من استادم.
واقعا به نظر میرسه همه میتونن خنده زورکی رو از خنده واقعی تشخیص بدن و تفاوتی در صدای این دو دیده میشه. خنده غیر ارادی مثل خنده قلقلک با خنده ارادی مثل خنده هنگام بازی فرق میکنه. اینا با هم فرق میکنن. خنده واقعی طولانی تره و گام صدای اون بلندتره. وقتی شما حسابی میخندید هوای بیشتری رو از ریه هاتون بیرون میدید، ولی وقتی میخواید به زور بخندید هرگز نمیتونید این کار رو انجام بدید. حتی وقتی میخواید آواز بخونید هرگز نمیتونید صدایی با این گام بالا تولید کنید. بعضی وقتها در اثر انقباض ناگهانی عضلات صدایی شبیه سوت تولید میشه و همه اینا نشون میده تشخیص خنده واقعی از خنده زورکی ساده است یا ساده به نظر میرسه، در مقابل خنده غیر واقعی که همیشه زورکی نیست، بلکه ممکنه در بسیاری از موارد شما خودتون انتخاب کرده باشید بخندید و این نوعی تعامل شما با دیگران باشه، ولی در هر حال این خنده با خنده غیر ارادی فرق میکنه. مثلا صدای اون بیشتر از داخل بینی میاد، ها ها ها، ولی در خنده غیر ارادی شما نمیتونید انتخاب کنید از کدوم راه صدا رو بیرون بدید و این پیچیده تره. در ادامه ما با اسکن مغزی میخوایم بدونیم در هر نوع از خنده واکنش مغز چطوره. البته انجام این آزمایش خیلی سخت بود. برای ایجاد خنده واقعی ما باید صداهای مختلفی رو برای پرت کردن حواس فرد ایجاد می‌کردیم و اون برای مدتی مجبور بود یه جا دراز بکشه و کار زیادی نکنه. در هر حال وقتی خنده غیر ارادی و خنده ارادی رو داریم مغز واکنشی کاملا متفاوت نشون میده. این تفاوت خیلی زیاده. وقتی کسی به طور غیر ارادی می‌خنده ما صداهایی از اون می‌شنویم که در هیچ حالت دیگه نشنیدیم. نقاط آبی رنگ در مغزش فعال میشه که مربوط به قشر شنواییه، یعنی تنها با شنیدن چیزی خندیده. ولی وقتی کسی به زور میخنده یا به طور ارادی میخنده نقاط صورتی رنگ از مغزش فعالیت میکنه که مربوط به تفکر و ارزیابیه و نشون میده فرد با ارزیابی قبلی داره میخنده و این نوعی تعامل ارادی و منطقیه. بنابراین وقتی ما مغز کسی رو اسکن میکنیم که کار سختی هم هست و من هیچ وقت از این کار خوشم نمیاد، وقتی میبینیم کسی اینطوری میخنده با استفاده از اون اسکن میتونیم بگیم کجای مغز اون داره فعالیت میکنه. ولی خنده در هر حال معنی داره و شما همیشه تلاش میکنید علت اونو پیدا کنید. این برای همه مهمه، حتی وقتی ربطی به شما نداشته باشه. ما همچنین بررسی کردیم مردم در سنین مختلف در شناسایی خنده غیر ارادی از خنده ارادی چه تفاوتی با هم دارند. ما این آزمایش رو در یک جامعه روستایی انجام دادیم و ابتدا چند صدای خنده رو برای اونا پخش کردیم و اونا باید میگفتن کدوم خنده غیر ارادی و کدوم خنده ارادی. خنده ارادی با نقاط قرمز و خنده غیر ارادی با نقاط آبی نشون داده شده. نتیجه این آزمایش نشون میده هر چه سن بیشتر میشه شما مهارت بیشتر و بیشتری در تشخیص خنده واقعی پیدا میکنید. وقتی شما کم سن هستید مهارت زیادی در این زمینه ندارید، ولی با افزایش سن این مهارت بیشتر میشه و وقتی به سن 30 سالگی میرسید به اوج میرسه. شما تا وقتی به بلوغ نرسیدید و دوره نوجوانی رو طی نکردید نمیتونید خنده واقعی یا از خنده ارادی تشخیص بدید و این مهارت رو از ابتدای بزرگسالی به دست میارید. حالا اگه سوالو تغییر بدیم و از شما بپرسیم این خنده چقدر برای شما مصریه و چقدر تمایل دارید به این خنده بپیوندید، در اینجا هرچه جوانتر باشید آسانتر به خنده میپیوندید. به خاطر بیارید وقتی من بچه بودم همراه پدر و مادرم خندیدم بدون اینکه بدونم به چی میخندن. همه افراد چه جوان چه پیر خنده واقعی رو مصری تر از خنده غیر واقعی میدونن، ولی هرچه سن بالاتر میره احتمال مصری بودن خنده برای شما کاهش پیدا میکنه. یا با پیرتر شدن همه ما اخمو میشیم، یا که چون مهارت بیشتری در تشخیص خنده واقعی داریم نمیتونیم با هر خنده ای ما هم بخندیم و برای این کار به چیز بیشتری نیاز داریم. نتیجه مطالعات انجام شده در مورد خنده نشون میده خنده چیزی بیشتر از یک تعامل اجتماعی ساده است. ما مشاهده کردیم بعضی از مردم برای خنده کاربردهای بسیار عجیب و تازه‌ای دارن. روبرت لوینستون در آزمایشگاهش در کالیفرنیا مطالعه جالبی انجام داد. اون یه مطالعه طولانی روی زنان و مردان متأهل انجام داد. اون این زوجا رو به آزمایشگاه دعوت میکرد و کاری میکرد اونا عصبی بشن. خب این کار ساده ایه که بخواد یه زوجا عصبی کنی. اون از مرد میخواست یکی از کارهایی که همسرش انجام میده و اونو عصبی میکنه به زبون بیاره و این کافی بود تا نشانه های آشکار استرس در چهره هر دو دیده بشه و اونا عصبانیت رو به طور آشکار بروز میدادن و اون متوجه شد افرادی که این عصبانیت رو با حسی مثبت مثل خنده کنترل میکردن بعد از اون نه تنها بلافاصله احساس آرامش میکردن و اون لحظه تعامل بهتری برقرار میکردن، بلکه بررسی های بعدی نشون میداد اونا رضایت بیشتری از ارتباطشون با هم داشتن و بیشتر در کنار هم میموندن.
بنابراین وقتی روابط نزدیک رو بررسی میکنیم متوجه میشیم خنده ابزار مناسبیه که مردم با اون میتونن احساساتشون رو تنظیم و تعدیل بکنن. اینطوری نه تنها اونا از دیدن هم خوشحال میشن، بلکه در کنار هم احساس بهتری هم دارن. البته این تنها به روابط زوج‌ها محدود نمیشه، بلکه در تمام انواع روابط صمیمانه‌ای که ما با دوستانمون داریم دیده میشه. خنده میتونه یه موقعیت دردناک رو به موقعیت شاد تبدیل کنه و همه از اون لذت ببرن. من فکر میکنم این اتفاق خیلی جاها رخ میده. من اتفاق مشابهی رو در مراسم تشییع جنازه پدرم شاهد بودم. یادم نمیاد چه اتفاقی افتاد، ولی اینو به خوبی به خاطر دارم که وسط مراسم و در حالی که 170 نفر روی صندلی ها نشسته بودن، موضوعی اتفاق افتاد که دیگه من نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و خندم گرفت و این خنده انقدر ادامه داشت که مادرم هم همراه من شروع به خندیدن کرد. خنده یکی از اساسی ترین واکنش‌های ماست و ما میتونیم با هم بخندیم و از مصیبتی فرار کنیم و حالمون بهتر بشه. همه ما این کارو همیشه انجام میدیم. ممکنه حتی متوجه نباشیم. هر کسی ممکنه دفعات خنده خودشو دست کم بگیره. وقتی شما میخندید، در واقع از یه مکانیسم تکاملی بسیار قدیمی استفاده میکنید که در بین همه پستانداران مشترکه و در تنظیم عواطف ما اهمیت زیادی داره و واقعا به ما کمک میکنه احساس بهتری داشته باشیم. وقتی صحبت خنده میشه، شما ممکنه نه تنها بچه بلکه در ردیف پستانداران دیگه قرار بگیرید. متشکرم.